سلام بچه ها، امروز میخوام این هدبند خیلی ساده و راحت رو بهتون آموزش بدم. با من همراه باشید. لطفاً قبل از شروع آموزش این ویدئو رو لایک کنید. اگه اولین بارتون هست که بافتنی ها رو تماشا میکنین، حتماً روی دکمه قرمز بزنید و عضو کانال ما بشید. زنگوله رو هم بزنید تا هیچ کدوم از ویدئوهای ما رو از دست ندین. برای بافت این هدبند من از نخ اکریلیک معمولی استفاده کردم. نخم چون نازک بود اومدم دو تا رو در کنار هم بافتم. میتونید به صورت تکی هم این نخا رو بافتشو انجام بدین. من خواستم یه ذره کارم ضخیم تر باشه، اومدم دو تا رو در کنار هم گذاشتم و یه ترکیب دو رنگ خیلی قشنگم بهم داد. و برای قلاب هم از شماره 4 استفاده کردم. برای شروع بافت میام یه گره میزنم و همینجور زنجیره میزنم به میزانی که به اندازه دور سرم برسه. خب به این صورت من یه تعدادی زنجیره زدم، میام یه دونه اضافه میزنم و میخوام پای ساده بزنم. میام از دومین زنجیره پای ساده میزنم و همینجور روی هر زنجیره میام پای ساده میزنم به این شکل. نخ میگیرم و همه نخ رو خارج میکنم به این شکل. تا انتهای رج میام این بافت رو انجام میدم و روی هر کدوم از این گیس بافا یه پای ساده میزنم. من بافت رو انجام دادم، رسیدم به آخرین دونه رو هم بافتش رو انجام میدم، یه زنجیره میزنم و برمیگردم. بچه ها الان میتونین این رو دور سرتون قرار بدین، اون قسمتی که هدبند میزنین دقیقا به همون شکل قرار بدین و اینجا رو به این شکل بگیرین چون قرار دوخته بشه و ببینین که اندازش به چه شکله. چون زنجیرهایی که زدیم باید آزادتر قرار بگیره، الان احتمالا دور سرتون فیکتر باید بشه. باز اندازش رو یه چک بکنید بعد بافت رو ادامه بدیم. خب یه زنجیره میزنم پس برمیگردم، شروع میکنم این زنجیریه که زدم از این بافت رو شروع میکنم انجام دادن و فقط حلقه پشتی رو میگیرم و میبافم. پس دو سمت گیس باف رو نمیگیرم، فقط حلقه پشتی. به این شکل دو سمت گیس باف رو نمیگیرم و فقط میام حلقه پشتی رو میگیرم و پای ساده میزنم تا برسم به انتهای رج. رسیدم به آخر رج، آخرین دونه رو هم از حلقه پشتی میگیرم و میبافم و به این شکل یه زنجیره میزنم دوباره برمیگردم و از این زنجیری که زدم از دومی کارم رو شروع میکنم و فقط از حلقه پشتی میبافم به این شکل. Thank you.
بچه همینجور بافت رو ادامه میدیم و چند رج به همین شکل بافت رو انجام میدیم به میزانی که پهناش برسه به اندازه دلخواهم. خب من چند رج بافت رو انجام دادم به میزانی که میخواستم، حالا پهنای هدبندم باشه. آخرین دونه رو هم پای سادش رو میزنم و اینجا میتونم نخ رو یه زنجیره بزنم و نخ رو قیچی کنم. خب حالا میخواییم اتصال رو انجام بدیم. اول سوزن رو نخ میکنم، بچه ها به این شکل یه سمت رو تا میکنیم، سمت دیگر رو هم تا میکنیم. یه روش به این صورت هست که به این شکل میایم دوخت رو انجام میدیم و زمانی که کارمون رو برمیگردونیم به این شکل میشه. یه روش دیگه هست که کارمون قشنگ تر میشه، اینه که نصف به این شکل نصفش باز بمونه و نصفش روی هم قرار بگیره. ببینیم به این شکل روی هم قرار میدیم. اول از همه میایم این قسمت وسط رو به هم وصل میکنیم. خب حالا قسمت وسط رو که وصل کردیم، این قسمت و این قسمت روی هم میگذاریم، این دوتا رو و این دوتا رو میدوزیم به هم. پس اول اینجا رو دوختیم، بعد این فضایی که باز گذاشته بودیم رو به این حالت تا میکنیم، رو هم میذاریم و دوختش رو انجام میدیم. خب این قسمت رو هم به هم اتصالش رو انجام دادم. زمانی که کارم رو برمیگردونم یه دوخته خیلی تمیز و به این شکل یه ایکس خیلی قشنگ روی کارم میفته به این شکل. از شیوه اول اتصالم میتونین استفاده کنین، ولی این کار قشنگتر و تمیزتر میشه. خب کار هدبند ما تموم شد. امیدوارم که لذت برده باشین. لایک و کامنت یادتون نره و اینکه با بافتنی‌ها همراه باشید.